هی فیسبوک به من 3 و 2 و 1 نداد. Are we on؟ اینستاگرامی ها 1 دقیقه تحمل کنین تا فیسبوکی ها دوباره برگردن و بعد با هم بریم جلو. اوکی، سلام سلام زهرا محبوبه زری جان عزیز، دیوید، سلام به سوسن و زهت و همه دوستان عزیز فیسبوک، نارینه، ساناز، نغمه، هلو 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 هلو. اوکی، پس سلام آنیتا جان، سلام محبوبه جان، سلام ساناز جان. اوکی، پس ادامه میدیم به صحبتمون که من به عنوان یک مادر وقتی که به بچم لقب دیوانه یا مشکل روحی و روانی میچسبونن، اولین قسمتی که میخوام روش کار بکنم اینه که کی داره این رو به من میگه، از کجا داره میاد. خب و بعد میخوام سطح آگاهی و بیداری خودم رو بالا ببرم، ارتعاشاتم رو بیارم بالاتر که حالا من بتونم زبان این بچه رو صحبت کنم و بتونیم زبان همدیگر رو بفهمیم. okay؟ اگر دوست داشتی عشقم میتونی یه جلسه برای پسرت با من بگیری و بعد ببینیم که اونجا داستان. دوستان من هفته پیش بهتون گفتم، اگه یادتون باشه، راجع به خودم گفتم که من به خاطر اینکه از بچگی خودم رو تو هیچ باکس و هیچ جایی نذاشتم، خب اول که لقبایی بود که این بدترین بچه دنیا ساعت در و دیوار بالا میره و هیچ که حریفش نمیشه و انقدر قده و به هیچ که گوش نمیکنه و نمیدونم سلام اینجور، همه این لقبا به من چسبیده بود. یعنی اگر که من که پدر مادرم خیلی سال مردن، ولی اگر مامان من میپرسیدین این چه بچه ای بود، میگفت یک فاجعه ای که اصلا قابل کنترل نبود. اوکی، ADHD و نمیدونم ADD و نمیدونم همه چی با هم و از در و دیوار و فلان اینا بالا میرفتم، بهش که گوش نمیکردم، همه این داستانم. خب سر کلاس نمیرفتم، درس نمیخوندم، نمیدونم تمام این داستانا بود. من تازه بعد از اینکه چه میدونم از 18 19 سالگی شروع کردم درس خوندن و کالج رفتن و همه رم. پس اگر یک همچین بچه فاجعه ای که اصلا غیر قابل کنترله، هیچ چیزی رو رعایت نمیکنه، با قانون جلو نمیره، به هیچ کی گوش نمیکنه، سر خوده، کارهای خطرناک خرکی دائما داره میکنه، این شده این آدمی که من امروز هستم. نه اینکه خدای نکرده فکر کنین تغییری پیش اومده، آه نه، همون خلوشل بودن و همون بالا پایین کردن و همون نمیدونم حرف کسی رو گوش نکردن و نمیدونم داستان همش هنوز هست. خب اما من چی میخوام بهتون بگم؟ اگر که من و شما فکر میکردیم که اوکی بچه ها رو تحت فشار گذاشتن یا نمیدونم مثلا بکن نکن کردن و تمام این داستان ها، اگر که بچه هایی که مرید می شدن و گوش می کردن، بعدن ما اینا رو دنبال بکنیم و ببینیم اینا به کجا رسیدن و اینا خیلی موفق می شدن، خیلی خوب می شدن، خیلی لالالالا، می گفتیم که اوکی. ولی تجربه من این هستش که اونایی که گوش نمی کنن و رعایت نمی کنن و در و دیوار می رن و هیچ قانونی رو رعایت نمی کنن، اونان که بعدها لیدر میشن، لیدر مغزم فریز کرد، فارسی رهبر، اونان که جلوی خط وای میسن، اونان که سربازای جلوی خطن، اونان که بقیه روشون تکیه میکنن، اونان که شجاع اوکی. پس trying to reconnect. Okay. اینو دارم براتون مثال میزنم که اون چیزایی که به نظر من و شما انسانها کار درست و یا بچه خوبه با تربیت بیاد، نتیجتا طولانی مدت ممکنه او همون بچه های تو سری خور میشن و همون کسایی که میرن یه کار
اداره ای 9 تا 5 میگیرن که سیف باشه، تو امنیت باشه، همونایی میشن که ریسک نمیکنن، همونایی میشن که تو سری میخورن، همون داستانش اون میشه. خب پس نتیجتا میخوام بهتون بگم که هیچ چیزی در دنیای مادی، هیچ چیزی هیچ ضمانتی نداره که بچه خوبه. بعدم اون وقت شما خیلی از اوقات ما میبینیم که بچه های خوبی که خیلی خوب درس میخونن در یه جایی میزنن کاملا خراب میکنن، درس و ول میکنن، نمیدونم دیگه دنبال کار نمیرن، فلج میشن، نمیدونم همه این داستانا. سلام مریم جون، محمد. اوکی، پس هیچ قانون به خصوص یا هیچ رسپی، من به شما بگم هیچ رسپی به خصوصی برای انسان ها نیستش که من و شما بگیم که اگر این رسپی رو پیاده بکنیم بچه های خوب، فرزند های خوب داریم یه چیزی رو گارانتی میکنیم. نه، چون خیلی این دنیای مادی خیلی پیچیده تر از این هستش. اوکی، فرزند اون سرنوشتی که من و شما قبل از این که بیایم در این دنیا، خودم رو دوباره تکرار میکنم، این زندگی رو، سرنوشت رو، هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم که دست رمال و حمال و فالگیر میخوایم بدیم، این رو قبل از این که بیام روح من و شما انتخاب میکنه. کلاس ها رو، سلام شیرین جون، سلام پن، کلاس ها رو من و شما، روح من و شما قبل از این که بیام در این دنیا انتخاب میکنه. اوکی، پس نتیجتا بعد از اینی که من و شما میام توی دنیای مادی، من و شما طبق اون فیلمی که ساختیم داریم پیش میریم و جلو میریم. اوکی، نتیجتا من و شما نمیتونیم حالا بیام توی قضاوت که آره این بچه، اگر که ما این رسپی رو بچه های تو سر خور بالا بیاریم و نمیدونم هر روز بفرستیمشون دنبال مذهب و نمیدونم اینو اونو 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 مدرسه کاتولیک بفرستیم و دیسیپلین یادشون بدیم و الوبه، هیچ گارانتی و ضمانتی نیستش که شما میتونید به یه نتیجه برسیم، چون در بالای همه اینا ما داریم با خط روحی کار میکنیم. چه کلاسایی من برداشتم، چه انتخابایی کردم، سر کدوم کلاسا نشستم و آنچنان ربطی به این داستانا نداره. نمونهش میدونین چیه؟ شما بیان یه خانواده رو نگاه کنین، دو تا بچه، سه تا بچه در یک خانواده با یه پدر و مادر، یکیشون به قول ما لوزر میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، به هیچ موفقیتی نمیرسه، تعمد داره، شکست میخوره، یکیشون دیگه رهبر و موفق میشه. خانواده یکیه، طرز تربیت یکیه، محیط زیستی یکیه، چرا اون این میشه اون یه؟ ما تو دو قلوها اینو دیدیم بابا، دو قلوها با هم دیگه یکی در نمیان. چرا؟ به خاطر اینکه خط روحی، سیر روحی، انتخابی که من و شما میکنیم برای کلاسایی که بر میداریم، تمام داستان اونجاست. اوکی؟ پس این بچه ها دیوانه نیستن و خواهش میکنم اجازه ندین که در حماقت امروزمون یک سری بچه های آگاه و متفاوت رو بهشون لقب مشکل روحی و روانی بچسبونیم. چرا؟ چون من و شما در اون آگاهی نیستیم که این بچه ها رو بفهمیم. نسل جدید، دوستان، سال 2000، در سال 2000 که همه به هم ریخته بودن و دنیا قرار بود به هم بریزه و تموم بشه و نمیدونم این داستانا، من در اونجا گفتم توی سمینار دبی، هم اگه برین نگاه کنین روی یوتیوب بزنین کانالامو، سوری یزدی یا سوری برنت، سمینار 3 روزه دبی من رو نگاه بکنین، در اونجا توضیح دادم که هیچ اتفاق به خصوصی نمیافته، اما بچه هایی که از سال 2000 متولد میشن بهشون میگیم لایت ورکر، بچه هایی هستن که با دی ان ای کاملا
متفاوت با سیستم جدیدتر، آگاهتر، بازتر، بهتر متولد میشن. خواهش میکنم کوروش جان، مرسی که تشریف آوردی، تشریف میاری به لایومون. من میدونم بیرون خیلی شلوغ قلوغه و داستانا و لایو زیاده و اینستاگرام زیاده و برابری شمایی که تشریف میارین اینجا، باید بگم خیلی ممنون که میان اینجا میمونیم. سلام حمید جان، سلام به معین عزیز. اوکی، بچه‌هایی که از سال 2000 متولد شدن با دی ان ای متفاوت، با سیستم و برنامه ریزی بهتر، جدیدتر و دقیقتر متولد شدن. الان 2018 هستیم. اوکی؟ اگر که شما مشکل دارین با این بچه ها، فکر میکنین که مشکلات روحی و روانی دارن، سکیزوفرنی دارن، ADHD دارن، نمیدونم ADD دارن، اونا مشکلی ندارن، سیستم و پروگرامینگ اونها متفاوته. چطور سطح آگاهی رو ببریم بالا؟ فاتی جان برای شروعش غم، سلام حمید جان، برای شروعش غم آنلاین کورس من که 18 تا کلاسه، کلاس اولش من کی هستمه، دومیش مدیتیشن چی هست چی نیست، سومیش در این لحظه حضور داشتنه، 18 تا کلاس آنلاین کورس، بعد یه سه تا سی دی که حدود 15-16 سال پیش دادم بیرون، عرفان یک، عرفان دو، عشق و بیداری، که شناسایی منیت و ایگو هستش. بعدش هم 22 تا کلاس 22 قدم داریم که راجع به عشق به خود، جهانهای هستی موازی، شبهایی که روح در تاریکی میره، اونا هم همه لیستشون روی اینستاگرام و تلگرام و این داستان هست. اوکی؟ پس چون که این بچه ها فوق‌العاده باهوشتر و هوشیارتر هستن، من و شما میخوام بیایم با حتی در روانشناسی، دوستان عزیز، در روانشناسی هم ما میام یه سری علائم و چیزها رو نگاه میکنیم و بعد فرضاً مثل خود من، من خیلی سال پیش قبلا هم گفتم، بازم میگم، مرسی عشقم، من حدود 20 خورده سال پیش رفتم پیش نورولوژیست، تست دادم و دایگنوز شدم به OCD، Obsessive Compulsive Disorder، وسواس، وسواس فکری و تمام این داستان. در اونجا گفتن، روانکاو به من پیشنهاد کرد که شما رو میذاریم روی یک سری دارو برای اینکه فعالیت ذهنی تو خیلی پیشرفته تر و سریع تر و چیزتر از انسانهای نرم و عادیه و ما با یک سری دارو ذهن تو رو، فعالیتش رو میخوابونی، میاریم پایین، که همین که داستانش بهتون گفتم، در بچگی من از در و دیوار رو همه چی بالا میرفتم، ADD اصلا سر کلاس نمیشستم، تمرکز روی داستانای این نبود، هایپر اکتیویتی، تمام این داستانا، و بعد در 20 خورده ای دایگنوز به بیماری وسواس. پس در اون زمان بهترین های بهتر اومدن به من گفتن که شما سیستم فکریت خیلی سریعتر و پیشرفته تره، حالا ما میام تو رو میذاریم روی دارو که سیستم مغزی تو رو بخوابونیمش، که بکنیمت مثل افراد عادی، که اون وقت افراد عادی و ما با تو اون وقت راحت بشیم، چون تو الان بیشتر و سریعتر و تند و تیزتر فکر میکنی و ما حالمون اونجا خراب میشه. پس بذار تو رو فلجت کنیم با دارو و دوا، بیاریمت پایین که اون وقت بقیه افراد عادی با تو راحت بشن. اوکی؟
خودم شروع کردم روانشناسی رو خوندم که بفهمم وسواس من از کجا میاد، تمام اینا رو زیر و رو کردم و بعد متوجه شدم که نه، من غیرعادی نیستم، میتونم یه شکل دیگه بهش نگاه بکنم، چون غیرعادی بودن رو میتونیم متفاوت بودن ببینیم و اکثر افرادم با متفاوت بودن راحت نیستن دیگه. خب اوکی، پس خواهش میکنم ازتون بچه هاتون رو دست یک سری از دوستان به عنوان دارو نویس ندین و فلجشون نکنین، داروی شیمیایی وارد بدنشون نکنین، چون شما اونا رو نمیفهمین. به نظر من اولین، اگر شما میخوان پدر مادر خوبی باشین، اولین قسمتتون اینه که چه در مورد فیزیک، فیزیکتون رو مشکل در فیزیک دارین، ندوین برین پیش دکتر، برین تحقیق کنین ببینین چیه. من اینو سالیان سال دارم میگم، شما پیش 5 تا دکتر برین، 5 تا نظر مختلف میدن، پس کدومشه، کدوم درسته؟ مسئولیت من و شما در مورد خودمونه، در مورد فیزیکمونه، در مورد حسمونه، در مورد مغزمونه، در مورد ذهنمونه، راجع به اینکه چی فکر میکنیم. ما نمیتونیم خودمونو بریم. بابا جو، من اینو بارها گفتم، من چندین سال با 2 تا روان کاو امریکایی در لس آنجلس کار کردم که اینا کارشون اینه که وقتی میخوان یه قرص جدید برای انگزایتی، برای نمیدونم استرس، برای افسردگی بیارن، باید روی 5000 نفر استفاده بشه تا EFT بگه اوکیش بکنه یا نکنه. من با اینا چندین سال کار کردم. اوکی؟ خود این دوستان به من میگن، میگفتن سودی، پول دانشگاه ما رو فارماسوتیکال ها میدن. یعنی چی؟ یعنی کسایی که قرص میسازن پول دانشگاه روانشناسا و روانکاوا رو میدن تا مدرکشون رو بگیرن، بعد اون وقت بیان برای اینا دارو بفروشن. این سیستم سیلز، فروشندگیه. پس خواهش میکنم بخونین، خودتون رو آگاه کنین، بچه مشکل روحی و روانی داره کجا، تو چه قسمتی، کی دایگنوزش کرده، چرا. پس شما به عنوان پدر و مادر باید خودتون رو آگاه کنین، چه از نظر فیزیکی. یه مشکل براتون پیش میاد، ندارین پیش دکتر بریم. بابا دیگه الان آنلاین شده، خدای اطلاعات، با منم جلسه نمیگیرین، بریم اونجا ببینین چه خبره، چون همیشه نظرات درست نیست، همیشه عملها ضروری نیستن. کسی احتیاج به قرص و دوا و دارو خوردن نداره، اگر که من و شما واقعا ریشه رو پیدا کنیم و بدونیم مشکل ریشه از کجا داره میاد و روی ریشه کار بکنیم. اوکی؟ این هم از صحبت امروز ما. خب دوستان عزیزم، من لایو رو میبندم. اگر کسی سری سوال داره از روی فیسبوک بپرسین و اینکه حتما کامنتاتون رو بفرستین. سلام هانی جان، کامنتاتون رو بفرستین، به کامنتاتون جواب داده میشه. برای واریس راه حل عملی داری؟ من برای همه چی راه حل دارم. سمانه واریس عشقم، دلیل اصلی و اولیش، مرسی دنیج، دلیل اصلی و اولیه واریس لیمفاتیک سیستم، سیستم لمفاوی که زبالدونی و آشغالدونیه و قرار تمام سموم و تمام این داستانا رو، مرسی عشقم، بریزه بیرون، خالی کنه، مشکل داره. مرسی عشقم، مرسی فاتی جون، مرسی که گوش کردی. پسر تو دست هر کسی نده. اوکی. پسر تو مشکلی نداره فاتی جان. مسیجش هم اینه که I'm not being understood.
من رو کسی نمیفهمه. و من اینجا یاد یکی از بچه ها افتادم که پدر مادرش چند سال پیش جلسه گرفتن و این پسر در 21 سالگی یا 24 سالگی خودش رو کش. چرا؟ چون همش حرفش این بود که من رو کسی نمیفهمه، من رو کسی نمیشنوه. چون که دو تا نسل متفاوت با دو تا پروگرامینگ کاملا متفاوت، بعد اون وقت ما نمیام خودمون رو عوض کنیم، میگیم که اونا مشکل دارن، اونا مریضی و بیماری دارن. بابا این اسکیزوفرنی داره، تر تخیلات و نمیدونم این داستاناشه. نه اوکی. خب برگردم سر واریس تو. سیستم لنفاوی گیر داره. اگر که من راجع به سیستم لنفاوی دختر خوب برو روی یوتیوب برنامه دارم، راجع به سیستم لنفاوی کلی پست دادم بیرون. سیستم لنفاوی زباله‌دانی سیستم ماست، یعنی تمام فعل و انفعالات، هرچی لیور، هرچی آشغال میریزه پایین، لوزالمعده میریزه، کیسه صفرا، تمام اینا آشغال دنیاشون رو خالی میکنن و بعد کیسه صفرا مسئوله که حالا اینا رو از سیستم خالی کنه. وقتی که لیمفاتیک سیستم لنفاوی مشکل داره و گیر داره، نمیتونه، اولین علائمش واریسه. بعد میدونین که واریس وقتی شدید میشه رگ‌ها ورم میکنن، قلمبه قلمبه باد میکنن که دیگه خیلی دردناک میشن. با چه تایتولی؟ سیستم لنفاوی روی یوتیوب. بنابراین اولین کاری که میخوای بکنی اینه که میخوای بدونی که سیستم لنفاوی چرا گیر کرده. پیروز رفتم خونه یکی از دوستان و گفتش که او من شام خیلی سالم درست کردم، چون خانمم کلسترول گرفته، بنابراین ما دیگه روغن و چربی نمیخوریم. بنده اونجا یک زبان درازی کردم و گفتم که ببخشیدا، کلسترول بد شما بالا نمیره به خاطر خوردن چربی، بلکه به خاطر قند و شکره. شما قند و شکرتون رو قطع کنی، اون وقت چه اسمش، کلسترول بدتون هم میاد پایین. سیستم لنفاوی یکی از چیزهایی که مشکل پیدا میکنه استفاده قند و شکره. قند و شکر بدن رو اسیدی میکنن، بدن اسیدی میشه، بعد 100% میزان استرس بالا میره. شما هم که این سوال رو پرسیدی، حتما مشکل یبوست داری. اوکی. وقتی هم که شما یبوست پیدا میکنین، you become full of shit. یعنی چی؟ یعنی بدن پره، مدفوع میشه و بعد اینکه متوجه نیستین که این همه غذایی که شما میخورین، شکم باید 3 بار در روز کار کنه. بعد از صبحانه و نهار و شام یک انسان سالم باید شکمش کار کنه، بره توالت، مدفوع، اونا باید خارج بشه. اکثر انسان ها بدنشون پره مدفوعه و نمیفهمین که آقا این همه مدفوع مریضی و بیماری برای شما میاره، مغزتون رو گیج و گنگ میکنه، دید چشمتون رو میگیره، بدن پر تجمع سمومه. برو اون برنامه رو نگاه کن. دوستان مرسی که همتون اومدین. هفته دیگه 2 مرتبه لایو جواب فیسبوکی ها رو خواهیم داد. کامنت بذارین. یادتون نره که روی فیسبوک کسایی که لایو رو نگاه میکنین لایک اند شیر کنین، ولی اکثرتون با معرفت نیستین، به خاطر اینکه میزان لایک های لایو اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک کمه. بنابراین قربونتون بشم، شما که میان اینجا میشینین یه زحمت هم بدین، یه لایک هم بکنین، یه ثانیه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. اوکی. کسایی هم که روی یوتیوب میرین حتما لایک کنین و شیر کنین.
در ضمن کسایی که روی یوتیوب چنل من میرین سوری از یا سوری برنت برای اولین بار سابسکرایب میکنین، یه دونه سی دی دی وی دی یا از کلاس های 22 قدم میگیرین. مرسی که با من بودین، قربونتون. یادتون نره از الان شروع کنین پاکسازی کنین برای چهارشنبه که فول مونه. چهارشنبه هم امکان داره من اگه خیلی زندگی به هم نریخته باشه یه لایو دیگه برم با هم دیگه یه کلنزینگ انجام بدیم، EFT رو 10-20 بار روزی انجام بدین تا ببینیم که چهارشنبه چی میشه. قربون همتون. I love you. God bless. با اینستاگرامی ها.